از میان ویژگی های یهود یکی این است که این قوم به شدت اهل حسادت که نتوزی و نفردورزی نسبت به ها و آینهای دیگر است. فساد در روی زمین و داشتن خوی و خسلت استکباری از دیگر خصوصیات این قوم گردنکش منیت طلب و خودخواست کتاب تاب و تحمل هیچ صدای غیر صدای یهود را ندارند. این خصوصیات رزیله که غالباً از موزه دین مطرح می شود، موجب آن شده که آیین یهودی را نز بازیچه حوث و امیال و علایق خود قرار داده و هر امر سخیف و ناروای را به خداوند نسبت بدهند و به سراحت اعلام کنند که دست خداوند بسته است. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ماء إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون فِي الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يد الله مغلولة يعني دست خدا بسته است او چیزی که مد نظر مردم اون زمان بود وقتی یک مجرم میگرفتند دستش ال الاعناق یعنی به گردن بسته میکنن این رقمی امروز مثلا این رقمی بسته میکنن ولی اون زمان این رقمی یه رقم که بسته شده و خیلی دیگه قدرت نداره دست خودش شور بته بیاره مثلا از جیب خود یک چیزی بکشه بته بنابراین وقتی اینا گفتن ید الله مغلوله به این معنا بود که خداوند توان دادن رزق را نداره فخر رازی میگه که یهودی ها به صورت اعتقادشان این نبود که دست خدا بسته است بلکه در جواب مسلمان های گفه زادن. مسلمان ها و پیامبر وقتی در مدینه آمدن پیامبر آمد امر به دستور خداوند در قرآن که کسایی که پول دارن به کسایی که فقیرن قرض الحسنه بتن یا صدقه بتن انفاق کنن خب پول دارایی اون زمان در مدینه یهودیا بودن این گپ به اونا برگشت میکرد وقتی به اونا گفتم شد بیاین فقرا کمک کنن اونا گفتن که لازمه اعتقاد شما است که خود خداوند دستش بسته باشه چون اگه خداوند میخواست که فقیر پول دستش بیای خودش باید میداد چرا دما گفته حرف از اونا بود که نمی ساختار طبقاتی درسته خداوند آفریده و باید باشه فقیر و غنی حالا که شما میگن که پول بتیم که فقران بیاین بالا سطحشان بالاتر لازمه اعتقاد این شما اینه که دست خود خدا بسته باشه و دمو امر کرده باشه که ما کمک کنیم لذای حرف اینا اعتقاد واقعیشان نبود بلکه به مسلمان ها بنا قول فخر رازی به مسلمان ها میگفتن لازمه اعتقاد شما ای هست که دست خدا بسته باشه و خداوند خودش امساک کنه زمانی که وضعیت اقتصادشون خوبتر و بهتر میشد و میگفت که این عظمی،, عظمی مثلا ما مردم وشار، مردم بافهم، مردم بادرگ، مردم شریف هستیم این همه گیش از،, از, طرف خودی ما هست یعنی وضعیت اقتصادشون خوب میبود اگر نعمتی الله امتال در اختیار از یا قرار میداد وضعیتشون بهتر میشد این را از خود میدونستان میگفتن این از ما هست از خود ما هست از کوشش ما هست از زحمت ما هست اما وقتی که وضعیت اقتصادشون خراب میشد وقتی که وضعیت اقتصادشون خراب میشد باز این را میگفتن که بیاد الله مغلوله دست الله بسته شده دست الله بسته شده یعنی قدرت الله متعال محدود است یعنی الله سبحانه و تعالی در ارتباط وضعیت اقتصادی و مالی دستش محدود است یعنی اندکی داره یعنی الله فقیر شده الله وضعیت 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 اقتصادیش خراب شده از همین خاطر چیزی نداره که برای ما کمک و همکاری بکنه یعنی الله سبحانه و تعالی ناتوان الله سبحانه و تعالی قدرتش محدود ساختن این زمانی است که وقتی گرس نمیموندن وضعیت اقتصادیشون خراب میشد به هر طرف که دست میانداختن چیزی به دستشون نمیومد بعد این نمی وضعیت بدی خود را نسبت به طرف الله میدادن میگفتن که الله سبحانه و تعالی حتی در دیگه جا میگه الله بخیل است الله بخیل است یعنی الله هم برای ما چیزی نمیده وضعیت ما را میبینه به ما عطا نمیکنه این کلمه تا بخل و بخیلی را به الله سبحانه و تعالی نسبت میدن فقر و بیچارگی را به الله نسبت میدن که ان الله فقیرون الله فقیر است و در اینجا الله میفرما که ید الله مغلوله الله دستهایش بسته شده قدرت الله محدود است الله توان نداره که ما را کمک و کاری بکنه در حالی که الله سبحان تو در می آید جواب می میگه بل یداه مبسوطتان بلکه دستان پروردگار باز است بلکه قدرت الله تو لا محدود است بلکه توانای پروردگار نامحدود است و این قدرت شما هست که محدوده است که محدود است داستان از آنجا شروع می شود که علمای یهودیان بر اساس پیش بینی تورات به صفات پیامبر آینده به خوبی آشنایی داشتند و می دانستند که چون این پیامبری در جزیره العرب ظهور می کند. آنان در مباحثاتشان بر مردم جاهل جزیره العرب آن روز غالب بودند و اعراب جز سر تسلیم از عجز و نادانی حرفی برای گفتن در برابر یهودیان نداشتند. اما وقتی بنی اسرائیل فهمیدند که پیامبر آخر الزمان یهودی نه بلکه عرب است برایشان سخت و سنگین تمام شد به خصوص وقت فهمیدن که این پیامبر همان پیامبری بشارت داده شده در تورات است. از دلایل مهم آن این بود که این قوم به شدت حسود کینورز و ستم پیشه بودند و وقت دیدن پیامبری عربی و غیریهودی یهودی ظهور کرده و در امر جایگاه رسالت اعراب بر یهود برتری داده شده بافته و سازه های ذهنیشان به هم خورد و بر کفر تقیان و سرکشیشان افزون گشت زمانی که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و پیغمبری مبعوث شد در حالی که این مردم پیش از اینکه پیغمبر و پیغمبری مبعوث شوه با اوس و خزرج جنگ داشتند در مدینه سه قبیله از یهود زندگی میکرد بنو قینقا بنو نظیر بنو قریزه این سه گروه در مدینه از حاکمیت و از قدرتی بالای برخوردار بودند مگر دو طایفه مردم به نام مشریک در مقابلی از اینها همیشه مبارزه میکنند اوس و خزرج همیشه به اوسی و خزرجی ها میگفتند که یک بار پیغمبر ما یک بار پیغمبر ما که او از پیغمبر ماست به نام به حساب حتی نامش که در کتاب تورات و انجیل آمده بود او را یاد میکردند او بیاید باز همراه شما با کار داریم زمانی که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله در مکه و مبعوث شد صدای بیاست ازی به گوش مردم رسید اوسی ها و خزرجه ها پیش از بنو قینقا و بنو نظیر و بنو قریزه رفتن به با پیغمبر باید کردند و مسلمان شدن و اینها به ما ایناد و به ما کینه و کدورتی کی که داشتن ماندن علت شی بوده که شما سوال کردین هر زمانی که آیت به پیغمبر نازل می شد عداوت و دشمنی از یا بیشتر می شد علتشی بود که اونمو خباست هایی که داشتن امو به حساب امو رازه هایی که نداشتن توسط قرآن کریم توسط آیات قرآن کریم هر روز برملا میشد واضی و آشکار میشد مثلا در سوره بقره الله امتال که یهود اینها کتاب را به دست خود می و می گفتن هدا من عند الله یکتبون بی ایدهیم و یقلون هدا من عند الله به خود نوشتن میکردند میگفتند از جانب الله هست مثلا در حالی که الله سبحانه و تعالی نگفته بود که الله میگه که شما و من اظلم می مرفی تر علی الله با؟ کی از ظالمتر از او کسی که دروغ را نسبت به سوی الله میده یهودیان در دوره قبل از اسلام معتقد بودند که اشرف ملل دنیا است و رهبری سیادت و قیادت بر سایر ملل جهان را حق مسلمشان میدانستند خود را اهل کتاب و شریعت آسمانی خوانده ملل و اقوام دیگر را امی به سواد و وحشی معرفی می‌کردند، کردند به علم و حکمتشان می‌بالیدند، با داشتن ربانیین و احبار فخر فروشی کرده آنان را به روخ عالم و آدم می‌کشیدند. کشیدند نجادی که خود را ناز خداوند و محق سیادت فرهنگ و تمدن آنچنانی می که فی الواقع از درون توهی و پوسیده بود هرگز ظهور پیامبر از قریش عرب را نمیپذیرفت. اما با طلوع پیامبر منجی انسان و به خصوص اعراب جاهل آن روز گوش یهودیان به شدت خراش برداشت به خصوص وقت دیدند که کتاب آسمانی آن ناسخ و ناظر بر کتب پیشین ادیان و سرشار از حقیقت و مشتمل بر عالی ترین تعالیم و آموزه برای هدایت بشری است بیش از پیش بر عجز و ناتوانی خود پی بردند این در حالی بود که نه ظرف انباشته از کبر و غرور و تقیان و مملو از حرام وجودشان تسلیم و پذیرای نور نوظهور حقیقت اسلام بود و نه توانستند انزوا و شکست را بپذیرند و این بود که با نزول هر آیه از آیات کلام وحی بر کفر و تقیانشان افزوده می شود. به خاطر از ای که اینا از روز اولی که پیامبر وارد مدینه شد سنگ اول کج گذاشتن بنای خودشان را و استراتژی خودشان را بر مقابله گذاشتن در قرآن میفرماید که اصل از که یهودی ها آمدن در مدینه مستقر شدن هدف این بود که وقتی پیامبر آخر زمان بیایه او را بهش ایمان بیارن و کمکش کنن ولی فلما ما جاهم معرفو کفرو به در جایی میفرماید که الذين يعرفونه كما يعرفون ابناءهم یعنی یهودی ها این پیامبر را همون که فرزندان خودشان را مشناختن مشناختن که اون همو پیامبره ولی فلما جاءهم معرفو كفروا به یعنی وقتی پیامبر آمد و در مدینه مستقر شد و ادعای خودش را مطرح کرد اینها به جای ایمان به پیامبر کافر شدند و ایمان نیاوردند و بنای اولی خودشان را بر مقابله و عدم ایمان و کفر گذاشتند. و لذا هر چی که آیه نازل میشد برایشان و برای هدایتشان چون سنگ اول را کش گذاشته بودن این راه هم تو زاویه اضافه شدن میرفت و زاویه بزرگتر میشد. خب؟ اگر خداوند به اینا امر میکرد که شما بیایید انفاق کنید او رقمی برخورد می که عرف پیانبر رد میکردند. ولیزا هر آیه که نازل می شد و اونها را خطاب قرار می داد، اونها در مقابلش مقاومت می و قبول نمی یهودیت با ساختن دیوار ذهنی و قرنطینه کردن خود از سایر جوامع بشری چاره برای خود نگذاشت جز اینکه به فساد و تباهی روی آورده و زمین را علیه دین پر از فساد کنند. اگرچند که این گروه با تحریف تورات، کتاب آسمانیشان، از همان آغاز راه افساد و انحراف در دین را پیشه کردند اما فساد در دین گریزی، دین ستیزی و دین فروشی و نیز جبهگیری قومی و نجادی علیه ملل و امتهای دیگر بعد از طلوع آخرین خورشید از سلسله پیامبران الهی هدت و شدت بیشتری یافت. اولین مفسید در دنیا اول شیطان بوده بعد از شیطان اینمی گروه یهود بوده اینا پیشه و کارشون به از فساد دیگه چیزی نبوده فساد در دین فساد در دین شما ببینید حتی در زمان موسی علیه السلام موسی علیه السلام به کوی تور میره و سامیری یک شخصی از خودی از اینها زیورات مردم را جمع آوری میکنه گساله میسازه به مردم میگه که برادرها همین موسی علیه السلام دنبالی از میرفت این فراموش کرده اگر نه دنبال از این است معبود حقیقی شما این است از مردم را نظریه از اینا را به خود متوجه ساخت سامری و مردم پرسش را شروع کردند حضرت هارون علیه الصلاه و السلام به حیث جای نشین به ایواز حضرت موسی علیه السلام در بنی اسرائیل مقرر شده بود حضرت حضرت هارون را حضرت موسی توصیه کرده بود یک توصیه شمی است که تو جای نشین ما هستی و این مردم را نصیحت میکنی هر زمانی که از جاده حق پا بیرون میکنن اینو نصیحت شما بکن دومی که اگر نصیحت تو نپذیرفتن قبول نکردن در مرتبه دوم ولا تتبع سبیل المفسدین از روی فساد پیشگان اطاعت و فرمانبرداری نکن زمانی که موسی با چل روز به کوی تور مردم به پرستش گوساله شروع کردن دینی که موسی علیه السلام به خاطر از او مبوز شده بود او دین را سامیری و این مردم یهود تکه و پرچه کردن هرقدر قدر حضرت آرون علیه السلام کوشش کرد نتوانست که ذهنیت و افکار مردم تغییر بده موسی علیه السلام وقتی از کوی, تا... از تور آمد با ورقه ها و پرچه های از تورات به زمین مان و از ریش برادر خود گرفت گمت را به خاطر ازی این گذاشته بودم که مردم برون و گساله را پرستش بکنند و تو قرار به طرفی از آن نگاه بکنی حضرت هارون علیه السلام گفت که ای فرزند مادر از ریشی منگی اگر ما من در مقابلی از اینها استاد میشدم شدم بنی اسرائیل به دو گروه تقسیم می شد. یک گروه در پلوی من گروه دیگر در پلوی سامیری اینجا جنگ صورت می گرفت و تو می گفتی که در میان بنی اسرائیل اختلافات را ایجاد کردی اینجا بسار بسار یک نکته خیلی مهم است حضرت هارون علیه السلام منتظر و صبر کرد که مردم برای شرک بروه اما نخواست که در میان قومش اختلافات ایجاد شود یعنی اختلافات بدتر از شرک بوده و اختلافات در میان یک امت انسان را به طرف بدبختی سوق میده اینجا فساد فساد دینیشان بود در آیه میفرماید و یسعون فل الارض فسادا به چه معنا خب اینها در فسادش در قرآن در بسیاری جا آمده مثلا در یه جای آمده که میفرماد خداوند نقض میثاق هم اینا با پیامبر میثاق بسته کردن عهد بستند که بر علیه هم توتعه نکنن و حداقل که اسلام را کمک نمیکنن بر علیه اسلام شمشیر نکشن اما در قضایای مختلف آمدن و بر علیه پیامبر اینها نقض میثاق کردن تصمیم به ترور پیامبر گرفتن. و او چیزی که با پیامبر نوشته بودن بهش عمل نکردن یو حرفون الکلم ان موازعه توراتی را که در نزدشان بود و مصدق پیامبر بود مصدق حرکت پیامبر بود تصدیق میکرد که پیامبر برحق هست آمدن و او قسمت های تورات را که مصدق پیامبر بود یا حذفش کردن تخفون ها کس تخفون کسی دن حذف کردن مخفی کردند، یا اینکه تحریفش کردن آمدن معنایش را عوض یا پیامبر و مسلمان ها رو مسخره میکردن وقتی قرآن میخوان پیامبر میگفتن راعنا مسلمان ها میگفتن راعنا راعنا برای از اون یک معنای بد داشت برای عرب ها معنای بدی نداشت یعنی یکم آیسته تر بخون که ما حفظ کنیم یا یاد بگیریم اونا مسخره میکردن که چون در عرف از اونها راعنا معنای بد داشت و مسلمانان رو مسخره میکردن یا جدال میکردن با پیامبر و حرفش قبول نمیکردند تا زمانی که دیگه تقیانشان که به اوج رسید در جنگ احزاب اینها با احزابی که آمده بودن مدینه که پیامبر و مسلمانان را نابود کنن هم چیز شدن هم کار شدن و بنا را گذاشتن بر همکاری با اونها و این فساد ادامه داشت امروز هم که شما میبینید که چون یس به سیغه مزاره هست دارت بر استمرار میکنن یعنی همیشه اینها در برابر مسلمانها دنبال فساد و خرابکاری هستند. امروز هم میبینید که اصلا موی دماغ مسلمان ها در منطقه همین ها و هیچ نمیمانند که این منطقه رشد بکنن مسلمان ها به توسعه و رشد برسن روند پیمایش راه انحراف یهودیان به گونه بود که از حسادت و کنورزی به فساد و تباهی در دین و از آنجا به استکبار کبر و دشمنی و اناد منجر می شد. این قوم پس از رهایی از استعمار فرعون و شمولیت در تحت رحمت خاص الهی و داشتن رهبران آسمانی و کسب عزتمندی در پرتو هدایت الهی دچار توهم و کبر و غرور کاذب شدند. به گونه ای که به یک نوع احساس امنیت واهی دست یافتند خود را رها یافته از عذاب الهی پنداشته و مصداق روشنی از بزرگی فخر عالم و تندیس مخلوق برتر کلمداد کردند این توهم خود بزرگبینی یا همان استکبار آغاز شد برای بروز افکار و عقاید انحرافی این قوم عقاید که آنها را تافته جدا بافته از سایر ملت ها ساخت و موجب شد که همواره با چشم سیطره طلبی، بزرگ بینی و تمعورزی به سایر جوامع انسانی نگاه کنند. چرا یهودی ها مستکبر شدن؟ باید برگردیم به تاریخ یهود. یهودی ها مستضعف بودند در ابتدا. در چنگال فرعون بودند. خداوند اینها را و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض بر اینها مننت نهاد و به دست حضرت موسی اینها را از چنگال فرعون نجات داد و بعد نعمت های زیادی بر اینها نازل کرد از جعلكم از جعلكم و ذکروا جهلکم جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا یعنی در میان شما پیامبران را قرار داد و شما را به پادشاهی رساند همطور که داوود و سلیمان پادشاهیایی داشتن که در تاریخ دیگه تکرار هم نشد و اینها را خداوند نعمت های زیادی بر اینها داد یک دو من اینکه در خود تورات در متونشان چیزهایی بود که دلالت میکرد بر اینکه اینها خیلی مورد توجه هستند از جمله همی که میفرماید و انی فضلت کم علی العالمین خب. یعنی من شما را بر همه گروه های دیگه امت های دیگه ترجیح دادم شما را بردم بالا یا در تفسیر ابن کثیر، من یک روایتی دیدم که ابن کسیر در تفسیر قرآن العظیم از صدا از صدا که یکی از مفسرین تابعین هست نقل کرده که در روایات اینها اینجوری بود که خداوند به یعقوب وحی کرد که من فرزندان تو رو در آتش میبرون اما در آتش اینها نمیمانند و گناهانشان با توسط آتش پاک میشه از آتش میایم بیرون و لذا اینا احساس میکردن که دردانه ها و عزیز کرده خدا هستند و اونمو خویشان ماند و خوی استکباری به خاطر سابقه ای که داشتن که خداوند با اینها خیلی دلیلش این بود که اینا مستضعف بودن اینها رو آورد بالا ولی اینا فکر میکردن که خب حالا حتما ما دیگه عزیز کرده های خدا هستیم در حالی که توجه خداوند و نعمت خداوند دلیل داره برای اینها خوی استکبار آورد از حالت استضعاف کامدن بالا خودشان شدن مستکبر الله سبحانه تو در قرآن کریم بارها تکرار میکنه ولن تر کل یهود ولن نصار حتی تتبع ملت یعنی هرگز یهود و نصارا از شما خرسان نمیشه تا زمانی که به ملتی از اینها بدین از یاد داخل نشوین هرگز شما راضی نمیشه حتی یهود امروزی هیچ وقت نمیخواد که یک مسلمان یهودی شود، فقط میخواد که از اسلام از دینش بیرون شود و نمیخواد که یهودی شود، یعنی به قوی متاسف است میگه این جایگاهی که الله به ما داده ما نمیخوایم که در این جایگاه یک کس شریک شوه نگاه ابزاری و سودگرایانه یهودیان به دین این گروه قومی را بران داشت تا با پیامبران الهی معامله سود و زیان دنیایی و این جهانی داشته باشند طبعا از کارویجه پیامبران الهی هدایت همه انسان هاست و گزینش آنان برای هدایت جامعی بشری مطابق با معیارهای قومی و نژادی و یا سود و زیان شخصی و تباری افراد جامعه نیست که اگر پیامبری از قوم کسی نبود یا منافع شخصی و تباری گروهی را تأمین نکرد او را تکذیب یا با او مخالفت کنند و حتی دست به قتل و کشتارشان بزنند کاری که یهودیان کردند با پیامبر اسلام مخالفت نمود و شماری از انبیای پیش از ایشان را به شهادت رساندند ولقد آتینا موسی الكتاب وقف مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون مصادق روشن از پیامبران که توسط بنی اسرائیل تکذیب شدند حضرت عیسی مسیح و حضرت اسلام بودند و از جمله آنان که توسط این قوم سرکش به قتل رسیده و شهید شدند هزارات زکریا و یحیی بودند این آیه به صراحت تأکید می کند که تکذیب و قتل پیامبران توسط قوم یهود صرف به این دلیل بوده که برخی احکام و دستورات آنان بر خلاف هواهای نفسانی و امیال شیطانی این گروه بود و لذا در برابر آن حسادت، تکبر و استکبار و فساد که مصداق بارز آن تکذیب و قتل پیامبران الهی است مرتکب شدند نتایج واضح و روشن این جنایات این است که چشمانداز رسیدن امت ابراهیمی به امت واحده اسلامی را بی فروغ و تاریک نموده روند آن را کند نمودند اما تردید نیست که این وعده الهی تحقق خواهد یافت و علا رغم سنگندازی های یهودیان و کافران و مشرکان ما ایمان کامل داریم که طلوع و غروب خورشید پایان عالم با آخرین دین الهی یعنی اسلام رقم خواهد خورد این الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب